آیده که یک نامه ای در سال 29 یا 28 قوام سلطنه برای شاه فرستاد، نامه تند. بله. اون دلیلش چی بود؟ سر قضیه مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان بود. خیلی نامه محکمه. بله. بسیار به نظر من از بعدن هم حکیم الملک جوابشو داد. بله، حکیم الملک جوابشو داد که قوام یه نامه جواب تند دیگه هم به اون داد که دیگه اون جواب دومی من هر دو اینا رو با تفصیل در کتاب نقد کردم. بله. اون به نظر من از لحظات بسیار ستودنیه، برای اینکه با جرأت حرفشو میزنه. منتها اونجا هم اگر نامه رو الان آدم با دقت بخونه و حرفایی که شاه میزنه، اونجا متوجه میشه که از همون زمان شاه داره میگه که این حرفایی که تو در مورد خودت میزنی که آذربایجان تو نجات دادی اسطوره است. یعنی یه وجه دیگری که اصلا ما در موردش صحبت نکردیم اینه که تا چه حدی تهدید آمریکا به استفاده از بمب اتم مؤثر بوده. برای اینکه ترومن میگه، بعد البته تکذیب میکنه وزارت امور خارجه، ولی ترومن میگه ما رسما اولتیماتوم دادیم، یعنی واژه اولتیماتوم استفاده میکنه. و یادتون باشه که اونجا در زمانی که اولتیماتوم دادن خیلی آمریکا از برتری کامل اتمی برخوردار بود، بمب اتم داشت، روسا هنوز نداشتن، سه سال دیگه طول کشید تا روسا پیدا کنن. ترومن میگه ما بهشون اولتیماتوم دادیم. این چقدر نقش داره؟ اتفاقا همین ترم اخیری که تموم شد، من یکی از توی این کلاسی که درس میدادم، در واقع سمینار بود و بچه ها باید خودشون تحقیق نامی کردن، یه دانشجو داشتم که دانشجوی از آذربایجان اونور جمهوری آذربایجانه و این از طریق یک استاد آذربایجانی که الان در هاروارده، کتاب بسیار جالبی در مورد ماجرای آذربایجان نوشته، آقای به اسم حسن لی، کتابی نوشته به عنوان آغاز جنگ سرد، در میگه جنگ سرد اصلا در آذربایجان شروع شد. اون کلی اسناد حزب کمونیست آذربایجان شوروی رو نگاه کرده، یه مقدارش هم داده بود به این دانشجوی ما و این یه گزارشی نوشته بود در مورد چگونه پیدا شدن فرقه دموکرات در ایران. اصلا شگفت‌انگیز اسناد روسا رو میخونید. من یادتون باشه وقتی که در رادیو شما برنامه داشتید، اون متن اعلام دستور اجرای چیز رو خوندم، ترجمه کردیم. ترجمه از ترکی کرده بودم. و از بل از روس، من از انگلیسی ترجمه کردم. از انگلیسی. حالا این یه سری اسناد دیگر رو پیدا کرده که اصلا اینا رسما روسا کارا رو میگردوندن. یه کمیته سه نفره بوده که سه تا آدم روسی بودن، همه کارا در واقع در دست اینا بوده و پیشوری دائم با اینا تنش داشته، برای اینکه پیشوری واقعا یه عرق ملی ایرانی داشته و فکر میکرده که واقعا میخواد یه کاری بکنه برای آذربایجان. استالین و بریا و باقروف و اینا فقط در فکر شوروی بودن، در فکر نفته بودن. این رسما از فرقه رو درست کردن برای اینکه بتونن امتیاز بگیرن. وقتی فکر کردن میتونن امتیاز بگیرن، استالین به پیشوری گفت شما اشتباه کردید، ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم در ایران میشه انقلاب کرد، ایران اصلا زمینه ای انقلاب براش میسر نیست، فراهم نیست. اینی که گفت آقای دکتر استالین اینکه پیشوری نامه بسیار جالبی می‌نویسه. واقعا پیشوری کاراکتر خیلی جالبیه، من هرچی بیشتر در موردش می‌خونم برام کاراکتر جالب تری میشه. یعنی خیلی آخر نامه رو نوشت به استالین. نه، نامه رو به استالین می‌نویسه که یه جوری که خلاصه شما ما رو چیز کردی، به اون پش کردی، و اون جواب میده که خیلی جواب تندی میده و بعدم به زودی در یک حادثه رانندگی کشتونده میشه به نظر میاد. ولی پیشوری در اون نامه خیلی تند میگه که شما در واقع ما رو فرستادید به یه جنگی وقتی که نمیخواستید حمایت بکنید، و استالین جواب میده که ما هرگز فکر نمیکردیم تو ایران انقلاب میشه، شرایط بین‌المللی رو ما در نظر گرفتیم، ما فکر جاهای دیگه هستیم. خب از نظر استالین هم شما اوضاع اون دوران نگاه کنین، داشتن اروپای شرقی رو اینا میگرفتن، فکر میکردن چین رو به زودی خواهند گرفت، در
ویتنام و لاوس و کامبوج شلوغی هایی داشت شروع می شد، یعنی جنبش طرفدار شوروی در سطح بین المللی بعضش به نظر استالین خیلی خوب بود، به همین خاطر حاضر بود به نظر من معامله بکنه یا عقب نشینی بکنه، هر کدوم. ولی در ایران یا عقب نشینی یا معامله، هر جوری بود خوشبختانه از ایران بیرونشون رو دادن. هایده که اینجور که من یادمه، شادم اشتباه بکنم، پیشوری در اون نامه، خب البته با نظر سه چهار نفر دیگه نوشته بود، در اون نامه خطاب به استالین گفته بوده که شما به ما اسلحه بدین که ما بتونیم تمام ایران رو تسخیر بکنیم، یعنی در واقع در اختیار شما بذاریم. چنین چیزی بوده؟ من این رو یادم نمیاد، اگر هست من یادم نمیاد. من اون قسمت، اون چیزی که من ازش یادم میاد اینه که میگه شما ما رو در واقع در باغ سبز بهمون نشون دادید و بعد یه دفعه پشت کردید به ما و بعد استالین چیز میکنه. ببینید در مورد فرقه، حالا سوای این دانشجو که واقعا اسناد خیلی تازه بکری پیدا کرده بود، یک کتاب دیگه که تو ایران خیلی به راحتی قابل دسترسی است، من توصیه میکنم هر کسی که بهش علاقه داره، به این ماجرا علاقه داره بخونه، خاطرات عنایت الله رضا است. کتابی است به اسم ناگفته ها به گمانم، خاطرات ایشون هست از دوران، چون ایشون جز در واقع افسران برجسته نیروی هوایی فرقه بودن، خاطراتش هم در مورد رابطه حزب با فرقه، چجوری علیه هم جاسوسی میکردن، چجوری حزب، بعضیا در حزب مخالف این بودن که اصلا فرقه را بیفته ولی جناح وابسته بیشتر به شوروی حاضر نبودن که مبارزه بشه یا سر و صدایی بشه. و بعد قسمت شگفت انگیزش وقتی است که اینها در میرن و در اون ور و توضیح میده طرفداران فرقه چگونه با هم دعوا داشتن، چگونه با حزب دعوا داشتن، چجوری شوروی ها باشون رفتار میکردن، واقعا تکون دهنده خاطراتی است. و نایتور رضا به هر حال شخصیت های بسیار جالب، چند سال پیش فوت کردن. بله فوت کردن، من تو ایران فوت کردن.